خبر عاجل: آمریکا ارسال کمک‌های تسلیحاتی 1 میلیارد دلاری به اوکراین را اعلام کرد. به نقل از بی بی سی فارسی، رئیس جمهوری آمریکا ارسال کمک جدید و 1 میلیارد دلاری ایالات متحده به اوکراین را اعلام کرد. این کمک شامل مقادیر بیشتر تسلیحات و تجهیزات توپخانه دوربرد و سلاح‌های زمین به دریا برای دفاع ساحلی و همچنین مهمات برای توپخانه و سیستم‌های موشکی پیشرفته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در گزارش روزانه خود که شامگاه گذشته پخش شد، از رئیس جمهوری آمریکا و کشورش برای ارسال کمک و ترغیب شرکای غربی به همین منظور تشکر کرد. وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو روز چهارشنبه در بروکسل دیدار کردند و وعده‌های جدیدی برای کمک به اوکراین دادند. لوی تاستین وزیر دفاع ایالات متحده به همتایان خود گفت که اگر لازم باشد آسمان و زمین را جابجا خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود اوکراین تسلیحات مورد نیاز خود را دریافت خواهد کرد. در مورد تحولات نظامی، والری ژولوژنی رئیس ستاد مشترک ارتش اوکراین گفته است که روسها در منطقه لوهانسک همزمان از 9 محور مختلف به عملیات نظامی دست زدند تا این منطقه را تحت تسلط بگیرند. وی گفت که روسها در این عملیات نیروی هوایی، سامانه موشکی چندین تابه و توپخانه سنگین علیه موازی ارتش اوکراین به کار گرفتند و تاکید کرد که حفظ شهر سورودونتسک برای دفاع از منطقه اهمیت کلیدی دارد. نیروهای روسیه در حال حاضر بیشتر مناطق این شهر را در کنترل دارند، اما نیروهای اوکراینی همچنان منطقه صنعتی را در دست دارند و خیابان به خیابان در برابر پیشروی ویروس ها مقاومت می کنند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که تعداد زیادی غیر نظامی که در سورودونتسک در محاصره قرار دارند با کمبود غذا و آب مواجه هستند. دوستان عزیز، سپاس از این که تا این دم با ما بودید. لطفاً برای بیشترین و تازه‌ترین رویدادها و تحولات در افغانستان، منطقه و جهان با ما همراه باشید و چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید. تا درود دیگر، بدرود.